آیت الله مکارم شیرازی سند 2030 را دامی حساب شده برای سلطه بر ملت‌های جهان و دگرگون کردن فرهنگ و مذهب آنها دونست و تاکید کرد اگرچه در ظاهر این سند اهداف زیبا و انسانی نمایش داده شده، اما در بطن اون تثبیت نظام سلطه بر جهانه. ما برنامه تحول آموزشی داریم، برنامه‌های اقتصادی داریم، برنامه‌های دراز مدت، کوتاه مدت داریم. اونا برای ما تصمیم بگیرن. آیا این پیروی، پذیرش نظام سلطه و قیمومت دیگران نیست؟ راجع به 2030 خب وزرای ما نامه‌ای نوشتند خدمت مقام معظم رهبری، وزیر خارجه ما، وزیر علوم ما، وزیر آموزش پرورش ما، به طور مفصل مسئله 2030 رو توضیح دادن که جمهوری اسلامی ایران تحفظ خودش رو از اول حفظ کرده و اعلام کرده و گفته که چیزی اگر خلاف فرهنگ ملی ما، اسلام و مقررات کشور ما باشه و ارزش‌های ملی ما باشه، ما به اون توجه نخواهیم کرد. و من قبلا هم گفتم که علی ظاهر گزارش‌هایی خدمت مقام معظم رهبری داده بودند که ایشون رو نگران کردند و من در سخنرانی هام به ایشون اطمینان دادم، الان هم اطمینان میدم به همه ملت ایران که نه تنها بحث سند 2030، هر چه در دنیا به عنوان مقررات بین المللی هست، اون چه باید در مجلس تصویب بشه به مجلس خواهد آمد، اون چه که لازم به تصویب نیست دولت در چارچوب سندهای بالادستی خودش اقدام میکنه. فرهنگ برای ما بسیار مهمه، آموزش پرورش برای ما بسیار مهمه، بحث یک نفر دو نفر نیست. 11 میلیون 12 میلیون جمعیت ما دارن تعلیم و تربیت میبینن و بنابراین ما همه توانمون رو در این راه به کار خواهیم گرفت. من بسیار متاسف هستم از اونایی که در انتخابات سوء استفاده کردند، این خیلی بده. من در سخنانیم گفتم هرچه به شخص من تهمت زدن من حاضرم بگذرم و میگذرم، به هر حال دیگه حالا خداوند از گناه ما میگذره، ما هم باید از غیبت و تهمت دیگران باید بگذریم انشالله. ولی نسبت به 2030 من نمیگذرم، به خاطر اینکه به معلمین ما توهین کردن، با آموزش و پرورش ما توهین کردن، به دین اسلام توهین کردن، رفتن تو روستاها، رفتن حاشیه شهرها، رفتن در شهرهای کوچیک، شهرهای بزرگ، تو همه خونه ها اعلامیه انداختن، دروغ گفتن. طلاب این من میدونم طلبه ها چقدر خوبن، من میدونم حوزه علمیه یعنی چه، من تو حوزه زندگی کردم، من تو حوزه بزرگ شدم. خب یه عده‌ای رفتند این طلبه های جوون عزیز ما رو تحریک کردند، اینا را به عنوان رسالت اسلام فرستادن تو روستاها، بلندگو دستشون دادن، تو روستاها تبلیغ کردن، گفتن به این دولت رأی ندید، دین شما از دست میره، وا دینا وا اسلاما. مثل اون وقتی که برق آورده بودن تو حرم، البته این ربط نداره و هم برای تنوع من میگم، برق آمده بود دفعه اول تو حرم امیرالمومنین سیم کشیده بودن، بعد یه آقایی رفته بود بالا منبر گفته بود که و یشدون از سیم علی قبر امیرالمومنین، گفته بود مردم دین از بین رفت، سیم دارن میکشن، وا دینا وا اسلاما. حالا یه دی به هر حال به جای سیم 2030 رو بهانه کردند و بحث دین مردم کردند و آیین مردم، خیلی کار زشتی کردن، کار بدی کردن. خدا از گناهشون بیامرزه، بگذره انشاءالله، مردم هم از گناهشون بگذرن، معلمین ما هم خودشون میدونن، منم به سهم خودم نمیگذرم تا انشالله ببینیم والله یحکم بیننا یوم القیامه. بله متشکرم.